ضرورت دامن زدن به مبارزه برای افزایش دستمزدها خبرگزاری دولتی مر در روز اول آذر از کلید خوردن تعیین حداقل دستمزد سال 94 خبر داد به گزارش خبرنگار مر به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال 94 مشمولین قانون کار تصمیم گیری خواهد کرد این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بان، سنوات و افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند. همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری ها، ایدی پایان سال و مواردی از این دست هم پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده افزایش نسبی خواهند یافت. گزارش فوق نشان می دهد که وزارت کار قادر نشده تعیین حداقل دستمزد بر اساس اصل 41 قانون کار را کنار بگذارد و آن را با تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری توسط کارفرماهای منفرد جایگزین نماید. به نظر می رسد که پخش خبر طرح رها کردن تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار در رسانه ها وسیله بوده برای جلوگیری از هر گونه اعتراض به سه از جانب پیشروان کارگری اما اعتراض و رد سه گرایی از جانب کارگران دلایل پایه‌ای دارد در این شکل از تعیین حداقل دستمزد نمایندگان دولت کارفرمایان و تشکلهای دولت ساخته کارگری دور هم جمع می شود و برای مشمولین قانون کار حداقل دستمزدی را تعیین می کنند که ظاهرا با توجه به نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار چهار نفره کارگری ارزیابی شده است اما این مجموعه که همگی نمایندگان کارفرمایان و دولت سرمایهدار و حامیان ها هستند هرگز حتی نرخ رسمی تورم و یا سطح قیمت کالاهای مورد استفاده کارگران را در نظر نگرفته و نمیگیرند به همین جهت است که طی داهای گذشته حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار چنان تعیین شده که اکثریت آنها را به زیر خط فقر رانده است این کارگران شاغل و مشمول قانون کار بخشی از 90 درصد کارگران به زیر خط فقر رانده شده هستند. از این جمعیت 50 درصد زیر خط فقر نسبی و 40 درصد بقیه زیر خط فقر مطلق هستند. باید یادآوری کرد که سال گذشته نرخ رسمی تورم حدود چهل درصد اعلام شد و در برابر به حداقل دستمزد فقط 25 درصد اضافه شد واقعیت این است که دولت تدبیر و امید روحانی امسال با دروغ پردازی نرخ تورم را کمتر از 20 درصد اعلام کرده که قرار است در بهمن به 15 و یا 17 درصد نیز برسد. بر پای این نرخ تورم دستکاری شده همان میزان افزایش ناچیز حداقل دستمزد سال 93 نیز به سال 94 اضافه نخواهد گردید بانک مرکزی گزارش کرده که یک خانواده چهار نفره باید در ماه دو میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشته باشد تا در سطح فقر مانده و به زیر آن نلغزد بعضی گزارشات این مقدار را بالای سه میلیون تومان ارزیابی کردند با این حال و با توجه به اینکه دولت در بهمن ما باز هم دروغ دیگری پیرامون کاهش نرخ تورم پخش خواهد کرد پیش بینی می شود که دولت و کارفرمایان در بهترین حالت حداقل دستمزد سال 94 را همان حداقل دستمزد سال 93 به اضافه ازدیاد مزایای چیزی بین 90 تا 180 هزار تومان تعیین خواهد کرد اگر این پیش بینی درست درآید 609 هزار تومان حداقل دستمزد ماهانه سال 93 در سال 94 حداکثر 790 هزار تومان خواهد شد میزان دستمزد کارگران گذشته از اینکه روی تغذیه و سلامت اعضای خانواده های کارگری تاثیر میگذارد کلیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند پایه جامعه سرمایهداری مبتنی بر تولید کالا و ارزش اضافی و خدمات ضروری برای تحقق آن اگر کارگران پول کافی برای خرید کالاهای مورد نیاز و خدمات لازم برای گذران نسل کنونی و پرورش نسل آینده نداشته باشند کالاهای تولید شده در انبارها مانده و به فروش نخواهند رفت و سیستم اقتصادی دچار بحران می شود. این وضعیتی است که همکنون در دنیا حاکم است به همین جهت است که همکنون بخشی از سرمایه داران ملتی میلیونر و میلیاردر خواهان افزایش دستمزدها شدند آنها برای کنترل همین افزایش دستمزد از ضرورت احیای اتحادیه ها سخن به میان آوردند به عنوان مثال در آمریکا آن بخش از برجوازی از کانال اوباما با افزایش دو دلار و 28 و سنت به حداقل دستمزد 7 دلار و 25 و سنتی در ساعت برای کارگران بخش خدمات و استخدام شده توسط دولت فدرال موافقت کردند. آنها این را برای درآمدن تولید از رکود و نیز جلوگیری از گسترش مبارزات کارگران برای افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار در ساعت ضروری تشخیص دادند. به این اعتبار باید گفت که افزایش دستمزد امری مربوط به کل جامعه است. درست است که سرمایه میل به کاهش دستمزد تا رساندن آن به کمتر از حد بخور و نمیر دارد. اما مبارزات کارگران و سطح توقع و فرهنگ آنان تأثیر مستقیم در افزایش آن دارد. زمینه برای اینکه مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد مورد پشتیبانی اکثریت اهالی قرار گیرد موجود است. افزایش دستمزدها مست تأثیر مستقیمی بر سطح زندگی خانواده های کارگری دارد. از این رو حضور فعال و گسترده خانواده های کارگری در مبارزه برای افزایش دستمزدها می‌تواند نقش مؤثری در پیشروی و تودهی کردن این مبارزات داشته باشد. این مبارزه در گسترش خود این ظرفیت را دارد که مورد پشتیبانی اقشار دیگر قرار گرفته و نیز زمینه را برای ایجاد تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار مهیا نماید. لازم است فعالین رادیکال کارگری از همکنون تلاش برای سازمان دادن مبارزه برای افزایش دستمز را جمعیتر کنند و اجازه ندهند این میدان به انحصار تشکلهای دولت ساخته و ضد کارگری خانه کارگر و انجمنهای سنفی درآید این تشکل ها با سردادن ناله و فقان پیرامون افزایش حداقل دستمزد کارگران را از دست زدن به مبارزه واقعی برای افزایش دستمزد باز می‌دارند و به دولت و کارفرمایان اجازه می‌دهند با خیال راحت حداقل دستمزد مورد نظر خود را به کارگران تحمیل نمایند.